قوی سپیدم چرا چشم تو خونین شده، نرم و سبک بال تو تیره و سنگین شده، بال تو مانند صبح ریخته بر آب بود، چشمانت نیمه شب چشمه مهتاب بود، سینه مغرور تو روی سحر می نشست، حباب های بلور در قدمت می شکست، خلیج ایرانی هم پناهگاه تو بود، برف که سر می رسید چشم به راه تو بود، سایه پرواز تو به روی دشت وطن جلوه زندگی بود برای ایران من، قوی سپید قریب بر لب شط می نشست، خروش پرشوکتش سکوت شط می شکست، فرش سحر زیر بال به آب می زد تنش، نسیم پر عطر صبح می زد بر دامنش، قوی سپیدم رها در سفر خواب بود، خواب سفرهای دور در گذر آب بود، ناگه بادی غریب شکست بال و پرش، لکه مرگی سیاه نشست روی سرش، قوی سپیدم سیاه از آب تیره شد، چشم پر از زندگی سوی شفق خیره شد، پشتش بر آب بود، سینه به روی هوا، هوای مسموم جنگ، مرغک من بی صدا. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 26 خرداد ماه 16 ژوئن، به شما سلام میکنم. چرا این شعر رو خوندم؟ تو بحبوحه جنگ خلیج فارس، به خاطر اینکه نفت اومده بود روی آب، تعدادی زیادی قوی سپید که اومده بودن مهاجرت کرده بودن برای یه لاقشلاقشون به اصطلاح روی خلیج فارس مردن و جنازه های اینا هم تو به پشت افتاده بود و غرق نفت. اون زمان این شعر رو گفتم و حالا باز ناوگان آمریکا آمد و باز فغان ز جغد جنگ و بانگ مقبای دوباره داریم میبینیم و یاد شعر ملک الشعرا، و اینم شعر بنده بود برای این مناسبت. خب اول هفته ای ماست، دوشنبه ای ما، و چه هفته ای که آدم اگر جام بلورین هم داشته میتونست پیش بینیش کنه، اما به هر حال اتفاقا داره پشت هم میفته. همه شما چشم به عراق دوختید، نگرانید چی خواهد شد، همه سوال میکنن این نوری المالکی، این انسانی که به خاطر قدرت حاضر کشورش به آتش کشیده بشه، به دستمالی برای دستمالی قیصریه رو آتش میزند، این آدم سرانجام چه خواهد کرد؟ من برنامه امروز رو اختصاص میدم به این مسئله مهم، برای که خیلی خیلی اهمیت داره. در درجه اول یه اشاره بکنم، فقط اینو بگم، در مصر کابینه مهندس مهلب تشکیل شد و فکر کنم 4 وزیر زن هم در کابینه هست، ترکیب وزرای گذشته زیاد عوض نشد ولی چهرهای تازه‌ای هم توش اومدن و دولت آقای جنرال عبدالفتاح سیسی کار رو آغاز کرد. حالا منتظر مرحله بعدی نقشه راه، یعنی انتخابات پارلمان است. در سوریه اوضاع به شدت بحرانی است. رژیم سوریه میخواد بهره برداری کنه از اون چه در عراق میگذره، بر جنایاتش افزوده. یک شهرک در نزدیکی لازقیه از دست نیروهای ضد دولتی گرفته شد توسط ارتش سوریه و داعش. من براتون بگم، داعش سوریه دستش تو دست بشار اسد و قاسم سلیمانی است. در باب داعش عراق اصلا مفصل میخوام حرف بزنم که این اشتباهات و خطاهایی که مشاهده میکنیم تکرار نشه. حالا یه فیلم میبینیم از عملیات ارتش جنایتکار بشار اسد علیه مردم بیگناه و واکنش اونا. بله ملاحظه با Thank you.
اكبر الله اكبر مدينه نوى الله اكبر مدينه نوى الله اكبر الله اكبر النظام يرجم مدينه نوى بالصواريخ الله اكبر الله اكبر هذا حسبنا الله ونعم الوكيل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله يوم الجمعه 16/5/2014 حسبنا الله ونعم الوكيل الله اكبر لا اله الا الله. منطقه در مرز اسرائیل و سوریه در جولان، اسرائیلی‌ها جولان رو گرفتن، زمیمه خاک خودشون هم کردن. این رژیم بشار که و پدرش که جمهوری اسلامی براش قش و ضعف میره با عنوان رژیم مقاومت گذاشته، یه تیر در نکرد به سوی اسرائیل. لبنانی‌های بدبخت و فلسطینیان بدبخت رو میفرستاد جلو، خودشون تو اتاقشون مشغول حالشون بودن. جولان رو اسرائیل بالا کشید و سوریه تکون نخورد. به هر حال قنیطره برگشت به سوریه، ولی بخش بزرگ بلندی های جولان دست اسرائیل. ارتش آزاد موفق شد مناطقی رو در مرز بگیره. الان سوریه میخواد این مناطق رو پس بگیره. همزمان با جنایاتی که در حلب داره انجام میده، دومین شهر سوریه، خاطرات تیمسار رزمارا رو میخونم موقعی که به عنوان دانشجوی نظامی به فرانسه رفته از راه سوریه و لبنان. حلب رو که توصیف میکنه آدم قلبش میگیره. خود من دو سه باری که حلب رو دیدم یادم میاد یه شهر زیبا، هم جنبه شرقی داشت هم اروپایی، و رژیم جنایتکار اسد ببینید چه کرد با این شهر. ویران کرد این شهر رو. خود دمشق و بخشای بزرگیش با خاک یکسان شده و در این همونجور که براتون گفتم بشکه‌های منفجر شونده که از بالا میفرستن، بشکه‌های انفجاری، اینا علاوه بر اینکه توش مواد منفجره است، بنزین و نفت و مازوت و اینا هم میذارن و وقتی اینا به ساختمانی میخوره ساختمان رو میدرد، ویران میکند. و آدمان دیروز یه فیلم میدیدم، اپوزیسیون سوریه در یه منطقه در شهر دمشق یکی از مراکز رژیم سوریه رو هدف گرفتن. وحشتناک بود. وقتی زدن جنازه های این سربازای سوریه به آسمان میرفت، قابل تحمل نبود. دادم دو تصویر خیلی دردناک بود، یکی این، یکی جنایت داعش وقتی سربازای عراقی رو در موصل ردیف کرد و همشون رو کشت، 270 نفر و آدم های بیگناه به خاطر بیلیاقتی های مالکی و فرماندهانشون. عرض کردم براتون اون جنرال قیدان و امثال اینا چایی می آوردن برای حکیم. سپاه بدر، سرجوخه سپاه بدر، آقای مالکی اینا رو کرده سپه بود، سلشگر. یک روز اینا دانشکده افسری که هیچی مدرسه نظام هم ندیدن و اونجور مثل موش از برابر چهار تا پابرنه داعش دویدن. الان امروز صبح هم در تل عفر که بین موصل و مرز عراق با سوریه است، یه خود تیراندازی کردن، اسلحه‌هاشون رو گشتن، لباساشون هم درآوردن، فرار کردن و نیروهای مهاجم وارد شدن. حالا براتون تعریف میکنم که این تعریف غلط از داعش و این شلوغی که آقای مالکی را انداخته و خطای بزرگ آیت الله سیستانی و هوشمندی جمهوری اسلامی در عمل کردش. همه اینا رو من بهش اشاره میکنم. ما با رژیم دشمنیم، بدی دیده، میخوایم این رژیم بره، ولی یه جاهایی که درست عمل میکنه باید این آزادگی رو داشته باشیم که بگیم چرا. چون باید ترغیب بشه به ادامه اون سیاست و نه اینکه بره یه کاری بکنه که بعضی از این فرمانده‌های سپاه میخواستن و خانمان برانداز بشه. یا در جریان حمله آمریکا به افغانستان بعضی از دوستان چپول که لباس اصلاح طلب پوشیده بودن فشار که بریم وارد افغانستان بشیم با طالبان بجنگیم، ببخشید بریم وارد افغانستان بشیم با امریکا بجنگیم، با طالبان متحد بشیم. یه دو ناسیونالیست میگفتن بریم خدمت طالبان برسیم، ولی اون آقای دو چپول میگفتن نه، بریم با طالبان همدست بشیم، با ملا عمر با امریکا بجنگیم. و خاتمی بهشون نگاه کرده بود و گفته بود شماها آدمهایی هستید که مخاتون تارنکبوت بسته و توی زمان استالین باقی موندین، گویین که نمازم میخونید و روزم میگیرید. و
به هر روی اتفاقی که در عراق افتاد، تمام این گزارش هایی که وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، گاردین نوشتن، ایران دو تیپ فرستاده به عراق. آخه ببینید، دنیای کامیونیکیشن ساتلایت، 5 تا سرباز از مرز ایران وارد عراق بشن، آمریکایی‌ها رصد میکنه. روز اول آمریکایی‌ها اعلام کردن جمهوری اسلامی به هیچ وجه حق نداره به عراق بره. آقای روحانی به امریکا پیام داد ما آماده همکاری در مورد عراق هستیم و اگر آمریکا مبارزه با تروریسم بخواد بکنه ما هم هستیم، ولی نه فقط در عراق. اینجا خواست شیخ حسن زرنگی بکنه، نمیشه. ماجرای عراق با سوریه فرق داره. شما نمیتونیم بگیم بلاخ رژیم سوریه هم مثل آقای مالکی داره با تروریستا میجنگه. نه، در سوریه هزاران غیر تروریست هستن، 160,000 کشته دادن، 70% شهرشون ویران شده و نمیشه گفت اون بچه‌ای که داره پرپر میزنه به خاطر بمب شیمیایی تروریسته. داستان عراق متفاوت. آمریکایی‌ها گفتن نه. بلافاصله هم 2 ناو هواپیما برفرستادن به خلیج فارس که اگر من البته همتی در آقای اوباما نمیبینم، ولی اگر جو بایدن یا وزیر دفاعش همتی داشته باشن ممکنه از طریق آسمان و با هواپیمای بدون سرنشین ارتش عراق رو که آبروریزی کرد یاری بدن. این همون ارتشی بود، ارتش عراقی بود که در جنگ با ایران 8 سال به هر حال مقاومت کرد و نگذاشت ما وارد بصره بشیم. آقای پال بریمر به محض اینکه رسید به توصیه مشاوران عراقیش ارتش رو منحل کرد، مشاورانی که بعضن عوامل جمهوری اسلامی بودن. ارتش رو منحل کرد، نیروهای امنیتی رو منحل کرد، گفتن ارتش جدید میسازن. آقای مالکی در عرض 6 سال گذشته با هزینه کردن 20 میلیارد دلار هواپیماهای لهستانی قلابی، هواپیماهای چک و روسیه به درد نخور، سلاح‌های آمریکایی همه رو گرفتن که 200 نفر بر زرهیش و گروه مهاجم همون دقیقه اول ورود به موصل ببره و همین امروز در تل عفر اونجا هم اسلحه بردن، در استان دیاله همینجور، در تکریت همینجور 650 میلیون دلار از بانک موصل برداشتن. اینا رو همه آدم داریم میبینه در سر بیلیاقتی این مرد که حالا هم فرمانده کل قواست، پارچه فروش دمشقی، فرمانده کل قوا. آقا این کارا سابقه میخواد، تجربه میخواد. یه شخصیتی مثل دکتر عیاد علاوی از چرا اون نخست وزیر نباشه؟ چون ولی فقیه نمیخواد. ولی فقیه داره به ایران و به عراق و به خودش خیانت میکنه با حمایت از مالکی. حالا میرسیم به اینا. اتفاقی که افتاد در عراق 4 سال قبل که علی‌رغم اینکه آقای دکتر عیاد علاوی و فرکسیون العراقی انتخابات رو بردن، جمهوری اسلامی اجازه نداد علاوی نخست وزیر بشه و با فشار بر روی امام جلال او رو وادار کردن که از علاوی به عنوان رئیس فرکسیون اکثریت دعوت نکنه کابینه تشکیل بده، 6 ماه صبر بکنه تا آقای مالکی با حکیم و با مقتدا صدر رو با بقیه توافق کنن، بعد بگن نه اینا تعداد بیشتری دارن. عجب، آقای مالکی با فرکشن خودش در انتخابات شرکت کرد. به هر روی مالکی رو آوردن رو کار. اول گفتن وحدت ملی، کاک مسعود بارزانی نقش بسیار مهمی بازی کرد، رفتن در اربیل توافق کردن، کابینه تشکیل شد، 5 تا وزارتخونه برای آقای دکتر عیاد علاوی، ریاست شورای عالی امنیت ملی با او و همینطور وزارت‌های داخله، وزارت کشور و جنگ و غیره. آقای و همینطور معاون نخست وزیر که آقای طه هاشمی بود، معاون رئیس جمهور. آقای دکتر عادل عبدالمهدی هم معاون نخست وزیر. آقای مالکی کاری کرد که اول عادل عبدالمهدی رفت، شیعه، جزء گروه حکیم، بعد برای طارق هاشمی پرونده درست کرد که این تروریست میخواسته پارلمان رو منفجر کنه. تا هاشمی رفت به کردستان، بعدم رفت به ترکیه.
بعد اومد برای آقای سمیدعی برنامه ریزی کرد، بعد اومد برای وزیر دارایی برنامه ریزی کرد، بعد اومد برای رئیس پارلمان آقای اسامه نجفی. تلویزیون بغداد رو دیروز داشتم میبدم، آقای اصیل نجفی رو که استاندار موصل هست برگشت گفت این عامل تروریست هست. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یک سال و نیم مردم انبار تحسن کردن، علمای دینی بودن، روشنفکران بودن، نویسندگان، روزنامه نگاران. آقای مالکی، ما یه خواستهای برحقی داریم. بودجه دولت رو چرا در مناطق سنی نشین خرج نمی کنی؟ چرا برای ماها بیمارستان درست نمی کنی؟ مدرسه درست نمی کنی؟ چرا ساختمون دانشگاهمون به این درب و داغونیه وقت تو کربلا و نجف 6 تا دانشگاه شیعه درست کردی؟ چرا بابا این رفتار رو داری؟ آقای مالکی به جای اینکه حرفا اینا رو قبول بکنه، نیرو فرستاد سرکوبشون کرد، یه عده‌شون هم خرید از رهبرانشون. این عقده و کینه ریشه پیدا کرد، موند. با اوجگیری عملیات تروریستی در بغداد و در شهرهای دیگه، هشدار به آقای مالکی داده شد. کاک مسعود بارزانی 4 روز قبل از حمله موصل به مالکی خبر میده اینا دارن به موصل حمله میکنن. این خیالش نبود، غرور گرفته بودش. بعدم میگفت ولی فقیه و امام زمان حامی منن دیگه، کاری نمیشه کرد. در سال 2003 وقتی که آمریکایی‌ها اومدن در عراق، چندین گروه متعدد مقاومت درست شده بود. مجموعه‌ای که مستقیم نوکر سپاه بودن، از جمهوری ولایت فقیه دستور می‌گرفتن، حزب الله بود، حالا نیروهای بدر رفتن ابزرو شد، رفتن توی پلیس و توی ارتش و غیره. یه عده‌شون هم دور آقای هادی العاملی بودن که بنده این روایت رو شنیدم که ترور مرحوم حکیم به دست همینا انجام گرفت. حالا گروه القاعده به عهده گرفت، یا میگوین یکی از انفجارهای سامر را توسط همینا انجام شد، چون میخواستن سیطره خود رو برقرار کنن. به هر روی آقای مالکی در شراکتش با شیعیان نیز ناجوانمردی کرد، به گونه ای که حکیم و مقتدا صدر هم ازش دلخور شد. اما تو شهرهای موصل و غیره از 2003 نیروهای مقاومت وجود داشت. کیا بودن؟ اونایی که وابسته به القاعده بودن و جمهوری اسلامی اجازه داد اینا وارد عراق بشن بعد از جنگ افغانستان، و یه عده کرای ترکیه اومدن و راه سوریه. اینا تو عراق بودن. نیروهای ارتش منحل شده عراق، جنرال ها، افسرها، درجه دارا، که بیشتر هم مال مناطق شمالی، مال تکریت، مال موصل، مال دیالن، اینا آمدن و گروه های مسلح تشکیل دادن. یه گروه دیگه درست شد کتائب ثورت العشری، انقلاب 20، دهه 20 در عراق یه انقلابی علیه انگلیسا شده بود که اون شیخ الذاری که خیلی هم شیخ تندروی سنیست، اون رهبری فکریشون رو به عهده داره. نقشبندی های عراق با عزت ابراهیم دوری، معاون صدام حسین، معاون رئیس جمهور در زمان صدام حسین، در ارتباط با او هستن. جنگجویان دلاور، خیلی هم معروفن به وفاداریشون با کسی که باش بیعت میکنن. خب اینا هم هستن. گروه های ریز و درشت هم این ورانور بودن و اینا با امریکایی ها می جنگیدن. جمهوری اسلامی هم که گروه های شیعه رو از یه طرف پول می داد، بسیج کرده بود با امریکایی ها بجنگن، یک سری هم گروه های سنی رو حمایت می کرد. ابو مصعب از زرقاوی از ایران حمایت می شد، روزی هم که مزاحم بود به لقاء الله فرستادنش. به هر روی دولت آمریکا با کمک عشایر عراق، گروه های از صحوه، موفق شد این شورش ها رو سرکوب کنه. 2010 که امریکا داشت میرفت بیرون، تقریبا دیگه اثری از اینا باقی نبود، اثر زیادی باقی نمود، و عشایر عملا با دولت مصالحه کرده بودند
و بسیاریشون با دولت همکاری میکردن، دولت بهشون حقوق میداد. اما آقای مالکی 6 ماه بعد خیالش جمع شد، شروع کرد به اینا بی‌لطفی کردن. یه تعداد اندکیشون رو برد توی دولت، توی دستگاه حکومتی امنیتی و نظامی، بقیه رو رها کرد بدون پول. خب آدمای با تجربه، جنگ دیده، با تفنگ و اسلحه، بدون پول چیکار میکنن؟ میرن سراغ اون کسی که آقای عزت ابراهیم که آماده است بهشون پول بده، کمکم کنه. سوال میکنید پول از کجا میاد؟ پول فقط 560 میلیون دلار از بانک موسل زدن و جاهای دیگه، در نقاطی هم که اصلا مردم هم بهشون کمک میکنن. نه اینکه حالا گروه داعش یه گروه کوچکیه. چرا اینا استفاده کردن از داعش؟ از هیبتش، از ایجاد رعب میکنه، از اون استفاده کردن. ولی ابوبکر بغدادی یه آدمی که دکترا داره و دوره نظامی دیده و غیره، این آدم میاد الله اکبر بکشه؟ نه، اینا تمام ظاهر قضیه است. و نمونش این که داعش بعد از وحشیگری که تو موسل کرد، نیروهای مسلح، ارتشی ها سابق کنترل شهر رو به دست گرفتن. کارکنا رو دعوت کردن برن سر کاراشون، استاندار جدید گذاشتن، کشت و کشتارم نمی کنن و جلوش رو گرفتن. این نمونه همون وضعه که در شهرهای دیگه عراق هم داره اتفاق می افته. پس این فقط داعش نیست که در اینجا می جنگه، بلکه گروه های متعددی هستن. داعش بخش از ایناست که از اسمش بیشتر استفاده می کنن و از وحشیگریاش برای ایجاد رعب موقعی که وارد یه منطقه میشن. ولی اکثریت این نیروها 90% بسیای سابق، ارتش سابق. و خیلی جالب، آقای رجوی میره اعلام حمایت از داعش میکنه، خیلی وحشتناکه. حالا اگر اینا اکثریتشون نظامیای سابقن غیرن، ولی در مفهوم عام که برای مردم داعش گفته میشه، ایالات متحده میگه با اینا باید مبارزه کرد. وقتی یه سازمانی باید فرصت طلبی کنه بره از اینا حمایت بکنه، بعد بچه های بدبخت و بچه های که چه عرض کنم، مردان و زنان مصیبت دیده رنج کشیده رو تو لیبرتی بندازه زیر چنگ شیعیان تندرو، زیر چنگ جیشره میدونم فلان، جیش المختار. این درست کاری که آقای رجوی کرد؟ واقعا این سازمان در درایت و هوشمندی من نمیدونم کجاست. خیلی جالبم بود دیروز وقتی نیروهای عراقی عقب نشینی کردن، پیروز میرفتن تو اردوگاه اشرف و اینا، اون وقت میان اعلامیه میدن در حمایت از شورش ها و نمیدونن گوشتشون زیر دندون اون شیعیان تندروی و اونا میریزن این بچه های بیگناه بدبخت و آسیب میزنن. اینا حکمت آقای مسعود خان رجوی، امام زمان سازمان مجاهدینه، که واقعا باید گفت که یه همچی سیاست مداری حقا که جایزه، باید جایزه سیاست رو بهش داد، در نوبل سیاست رو باید بهشون داد که اینقدر هوشمنده بیامش قاتل رو میاد تاییدشون میکنه. به هر روی اتفاقی که افتاد، آقای مالکی، روسیا، ارتش عراق شکست خورده. در چی؟ زمانی که این مردم به اوج خشم رسیدن برای آقای مالکی پیغام آوردن، آقا جان حق سنی ها رو در دولت محفوظ بدار. بعد از انتخابات بهش گفتن آقای مالکی تو باید بری، مردم از تو بیزارن، نخست وزیری مال شیعه ها، ولی تو برو یکی دیگه بیار. و این با چنگ و دندون و با حمایت قاسم سلیمانی و مقام رهبری بمونه هنوز 4 سال دیگه عراقو تکه پاره بکنه، ماموریتشو انجام بده، شاگرد پارچه فروش دمشقی. این استاد عیاض جمال الدین خوب اینو میشناسه، چون پدرش و عموش و اینا تو دمشق میرفتن دکونی که این اونجا شاگرد بود خرید میکردن. و حالا نخست وزیر عراق، فرمانده کل قوا. بیچاره عراق، بیچاره ما، همینجوری عقب میریم دیگه. کشورهای ماها 50 سال پیش در عراق کیا حاکم بودن و در ایران و امروز کیا هستن؟ همه منطقه رو نگاه کنی کم و بیش همینه. به هر حال مردم غضبناک با توافق، اول انبار، بعد موسل دومین شهر عراق، رمادی، و
و بعد تکریت و ارتش عراق مثل برف آب شد، همه فرار کردن چون فرمانده ها لایق نیستن، درست نیستن، چون مالکی آدم حسابی نیست. به هر روی آمدن وارد این شهرها شدن. بعدش اتفاقی افتاد، درنگ کوتاهی میکنیم باز میگردم و براتون تعریف میکنم. چگونی حوصله عشق است و امید، چگونی از دل ایمان بدمید، چگونی قرمز و سبز است و سفید، دل ما یک گل ایران طلبید. قصد امید چه گلی از دل ایمان بدمید، چه گلی قرمز و سبز است و سفید، دل ما یک گل ایران طلبید. با درود مجدد خدمت شما، قرار بود من یه توضیحاتی بدم بعد این آهنگ فوتبال پخش بشه، چون واقعا من از این پرچم با اون خرچنگی که وسطشه خیلی بدم میاد و دیدن این پرچم اصلا حالمو بد میکنه، احساس ایرانی بودن به من نمیده. علی یونسی هم اینو درک کرد. پرچم ما پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، با ملیت ما، با فرهنگ ما، تاریخ ما، با دین ما، با هویت ما هم ارتباط داره. آقای خمینی بالاخره باید هندی بودنش رو ثابت میکرد، اومد علامت سیکا رو گذاشت وسط پرچم ما به اسم الله. این قورباغه الله نیست، الله رو اینجوری نمینویسن. این یه خفاشیست که بالاش رو باز کرد، اما خفاشی که بر کشور ما سایه انداخته. پرچم ما شیر و خورشید نشان و بچه ها کاش کسی که میرقصه، دختر پسر که دارن میرقصن، این پرچم رو دستشون میگیرن تکون میدن. خیلی اسباب تاسفه، ولی خب به هر حال ترانه بود دیگه برای پیروزی بچه ها که امشب بازی دارن و آرزو میکنم واقعا بعد نیجریه ببرن.
دیروز سر والیبال چه قلب ما رو اینا واسوندن، چقدر در داخل ایران. بر روی پیامی هم بچه های تیم ملی دادن، ببینیم بعد بریم به عراق مصیبت زده. این که تماشاگرای رقیب چقدرن مهم نیست. اصلا مهم نیست چند تا بازیکن نیجریه در لیگ اروپا بازی میکنه. این که آرژانتین تو دنیا چندمه اهمیتی نداره. مهاجم بوسنی امسال چند تا گل تو تیمش زده؟ مگه مهمه؟ من که میگم مهم نیست. اصلا مگه مهمه مسی چند بار بهترین بازیکن دنیا شده؟ مهم نیست. این که شما ما رو تماشا میکنید و تمام مدت به فکر ما هستید، این مهمه. ما با هم خوشحال میشیم و با هم ناراحت. خیلی مهمه. این که دیدنی‌ترین بازیمون رو تو جام جهانی بکنیم، این مهمه. ما واسه بردن میریم تو زمین. این خیلی مهمه. ما بهترین بازیمون رو میکنیم چون شما میخواید. This is what matters. دیروز وای عذر میخوام یه دفعه، دیروز بازی ایتالیا رو میدیدم، عجب بازی کردن با اوروگوئه. دوتا گلی که ایتالیا زد و این مربی ایتالیا رو میدم مثل اسفند از جاش تکون میخود و میپرید بالا. من دیروز تماشا کردم بازی رو و البته بازی دیگری هم در جریان بود که آرژانتین بازی میکرد با بوسنی، 2-1 آرژانتین بود. ولی بازی ایتالیا رو خیلی من دوست داشتم، بسیار بازی زیبایی بود. اوروگوئه هم خیلی قشنگ بازی میکرد، پر تکنیک، پر تحرک، ولی ایتالیایی ها اون روحیه ویژه خودشون رو داشتن و قشنگ بود. به هر روی آرزو میکنیم بچه های ما ببرن. گویی که برد و باخت خیلی مطرح نیست، ولی خیلی قشنگ بود که بازیکن ارمنی ما رو از زیر قرآن رد کنن، بگن ببوس. الحمدلله در دوران ولایت فقیه دیگه اگر یک ارمنی یا یک یهودی یا یک بهایی یا یک زرتشتی قرآن رو به دست بگیره از زیرش رد، چه اشکال نداره. خیلی خوشحالم از این بابت. چون گفتم براتون، یه مرحوم کمدار زرتشتی بود، دوست پدرم، تولد حضرت علی رو چه جشنی میگرفت. درویش امیر حیاتی و درویش شکری هم میمدن. درویش امیر حیاتی با دوتارش و علی جوی هم علی گوی هم میخوند و کمدارم عشق میکرد که این منظره رو تماشا میکرد. به هر حال اینا اومدن گفتن که خط گذاشتن، خط کشیدن. ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانه کن. آنچه در عراق داریم میبینیم، شیعه سنی، کرد عرب، ترکمن ایزدی، سومری، نمیدونم آشوری، ارمنی، مسیحی، کلدانی، اینا دارن، اینا خطاییست که میکشه، مذهب از همش بالاتر. برگردیم به عراق تا من این داستان رو براتون یک بار برای همیشه تکمیل کنم. نیروهایی که الان در شهرهای مختلف عراق مستقر دارن میشن در شمال و بغداد رو به خطر انداختن، چون در بعضی نقاط خیلی نزدیکن، 50 کیلومتر با بغداد فاصله دارن. این نیروها 95% نیروهای متشکل از ارتشیای سابق، بعثیای سابق، نیروهای امنیتی سابق، عشایر عراق که بخشیشون به نام صفه با تروریستا جنگیدن و اونا رو شکست داد. اینا همه الان جمع شدن به عنوان نیروهای انقلابی و اسم انقلابش هم گذاشتن انقلاب. دیروز آقای طارق هاشمی معاون سابق رئیس جمهوری در تلویزیون مصاحبه در عدس باش مصاحبه میکردن، صریحا گفت این یک انقلابه و این بهار عربی در عراق است. آنچه دارید میبینید اصلا داعش ماعش نیست. و دیروزم بین افراد داعش و نیروهای دیگری که با اونا وارد شهر شدن درگیری شد. در یه جا نیروهای دیگر عکس عزت ابراهیم رو بردن بالا، داعش بهش تیراندازی کرد. نیروهای دیگر به داعش اعتراض کردن به خاطر خشونتش. بنابراین اینا با همدیگه بالاخره با همدیگه درگیر خواهند شد. اما چه اتفاقاتی بعد از این شوک و فاجعه افتاد؟
آقای نوری المالکی 4-5 تا عواملش رو فرستاد پیش مرجع اعلی آقای سیستانی. آقای سیستانی، وهابیا دارن میان کربلا و نجف رو بگیرن و قبر حضرت علی و حضرت عباس و امام حسین رو خراب کنن. آقای سیستانی هم به کربلایی نمایندش در شهر کربلا گفت در نماز جمعه اعلام جهاد بده. آنقدر این کار بد بود و اقدام نادرست که بلافاصله مرجعیت مراجع ثلاثه نجف، آیت الله سعید حکیم، آیت الله فیاضی، آیت الله بشیر نجفی، اینا موضع گرفتن. آقای حکیم و آقای مقتدی الصدر موضع گرفتن، گفتن نه. علامه علی الامین در لبنان اطلاعیه داد، به شدت با اینم مخالفت کرد، چون گفت شما داری اعلام جهاد علی سنی‌ها میکنی و این میدونی معناش یعنی چی؟ یعنی در عراق جنگ حیدری نعمتی، عراق تمام دریای خون میشه. یه مشتم از این بچه جیب خلای 15-17 ساله جیغ زنون تو خیابونا که برن داوطلب بشن. و آقای مالکی هم با سوء استفاده از این اعلام که بله به زودی لشکر مردمی رو میفرستن. یه عده آدم عاقل رفتن با آقای سیستانی گفتن آقا جان این چه کاری بود تو کردی؟ تو چی میخوای؟ جای تو این نبود، تو تالا خودتو حفظ کردی، چی میخوای بگی؟ سیستانی متوجه شد بازی خورده، بلافاصله اومد یه اطلاعیه داد که نه خیر، اینی که من گفتم جهاد کفایی 4 شرط داره. اول اینکه افراد باید برن به ارتش خودشون معرفی کنن در دستگاه رسمی، نه اینکه خودشون برن تفنگ بگیرن. جلو مالکی رو گرفت که میخواست این میلیشی‌ها رو راه بندازه. دوم، باید اگر کارمند برای ادارات کار میکنن هماهنگ بکنن با ادارهشون، ببینن اجازه میدن، خلاصه شرط و شروط ها. سومی که قادر به حمل سلاح باشن، هر بچه 15 سالی یا مرد 70 ساله به این امید که حالا $100 بهش میدن را نفته بره. و بعد تأکیدش بر این که این علیه بیگانه است، نه علیه عراقی، علیه داعشه، نه علیه نیروهایی که در موصل و جاهای دیگه هستن. ضربه بزرگی خورد آقای سیستانی و لطمه بزرگی خورد، اعتبارش رو از دست داد تا حد زیادی، اما خدا رو شکر بالاخره یه جای جلوشو گرفت. فضا آشفته، مالکی دائم داره زنگ میزنه به اربابش در تهران چه کار بکنم، و آقای هوشیار زیباری زنگ زده با ظریف صحبت کرده. آقای مالکی حالا به آقای حسن روحانی زنگ زده. چهارشنبه شب بعد از جلسه که داشتن، شورای عالی امنیت ملی جلسه به ریاست روحانی برپا کرد. دستور جلسه مسئله عراق. بعضی از افرادی که در جلسه بودن، از جمله اینطور که من شنیدم، آقای حسن فیروزآبادی گفته بودن بله بد نیست ما یه ده نیرو در لباس عراقی به اون بسیجی بفرستیم اونجا. آقای علی شمخانی به شدت مخالفت کرد، چون خودش از عربای ایرانیه، توضیح داده بود که منطقه رو شما نمیشناسید و اونجا خود به خود یه مقدار حالت ضد ایرانی ایجاد شده، اگه یه دونه از افراد ما رو اونجا اسیر بگیرن ایرانی باشه انعکاس و بازتاب وحشتناکی داره. و همین یک افسر سپاه رو در همون اول حدود مرز عراق اونجا کشته شد. ظاهراً هم حادثه اتومبیل بوده، رومین رفته، که اینا گفتن در غرب کشور تصادف کرده. خود اینا الان در بوق و کرنا دمیدن، محافل سنی عراق چه جور دارن راجبش مانور میدن. آقای طارق هاشمی هم دیروز گفت بله دو لشکر سپاه قدس در عراق. آقا جان اینجوری نیست، جمهوری اسلامی نیرو به عراق نمیفرسته، حتی اگر آمریکا بهش بگه بفرست، چون میدونه حساسیت اونجا چیه. تجربه طالبان هم داریم دیگه، نیرو نفرستاد، طالبان هم ادب نکرد، چون میدونه تو خاک کشور دیگر که رفت وانربل میشه، شکننده میشه و آثار و پیامدهاش میتونه بسیار براش خطرناک. به هر حال
جلسه شورای امنیت ملی چند تصمیم گرفته تا اونجا که من خبردار شدم. تصمیم اولش اینه که 150 تا کارشناس، طراح عملیات از فرماندهان و نیروهای سپاه به سامر را فرستادن، شهری که اگر شورشیان بخوان به بغداد بیان از طرف غرب از اونجا بعد عبور کنن، از شرق دیالی میان، از غرب از اون. تصمیم گرفته شد که آقای شهلایی سردار معاون قاسم سلیمانی به عراق اعزام بشه، در محل حاضر باشه. خود حسن دانای فرسفیرم از سرداران سپاه قدسه. بعد احمد فروزندرم به کردستان فرستادن، گفتن باید بره کردستان، کردستان عراق. یعنی مراکزی غیر از اون چیزایی که دارن جدیدن درست کردن برای دنبال کردن پیگیری رویدادهای عراق. همینطور آقای روحانی در جلسه بحث اینو کرده ما باید با امریکایی‌ها وارد تعامل جدی بشیم و شورا تصویب کرده که ایران هیچ تحفظی نشون نده و با امریکایی‌ها گو اهد برن. برای همینم به امریکا که خبر دادن بیل برنز رو میفرستن در مذاکرات با جمهوری اسلامی حاضر باشه. بله خانم وندی شرمن بوده ولی الان بیل برنز رو میارن، سطح رو میبرن بالاتر که اگر آقای ظریف خودش اومد بهتر باشه و بتونن با هم صحبت کنن. شورای امنیت ملی که تا نزدیکای صبح جلسش طول کشیده همینطور تأکید کرده بر این که این مهمه که به مقام معظم رهبری بگن که آقا باید دست از حمایت از مالکی برداشت. من اینجا قاطعانه به شما میگم اگر امروز مالکی کنار بره و یک دولت ائتلافی به ریاست شخصیتی مثل دکتر عیاد علاوی یا نه حتی احمد چلپی تشکیل بشه، 90% 80% از شورشیان اسلحه زمین میگذارن و آماده گفتگو و تفاهم میشن، چون این یک مشکل سیاسی است نه یک مشکل امنیتی نظامی. و اگر این مالکی شعور داشت و دلش میخواست در تاریخ اقلا یک کلمه مثبت راجبش نوشته بشه، در کنار اینکه ایشون یه شاگرد پارچه فروش تو دمشق بود و ایران هم که رفته بود نتونه زیاد بمونه چون اونجا خب برش سخت بود، کارهایی میخواست بکنه تو ایران نمیشد، باز برگشت دمشق، یک کلمه مثبت براش بنویسن، نه که این همه منفی کرد و شیعه و سنی و مسیحی و هر کسی علیهش داره حرف میزنه. و این نشان دهنده این نادانی مردی است که نه جایگاه خودش رو میدونه نه اینکه تاریخ درباره‌اش چه قضاوتی خواهد کرد. به هر حال امروز شورشیان سرازیر شدن، استحکامات بغداد رو بالا بردن، آمریکایی‌ها 100 تا تفنگدار دریایی جدید به اون حصار یا سور سفارتشون اضافه کردن برای دفاع از اونجا و تمام ساختمان‌های دولتی، تمام مراکز، همه با هزاران سرباز و افسر و ارتش و توپ و تانک حمایت میشه. ولی این شورشی ها به خصوص اون بخش داعشیش که حساب هیچی رو نمی کنن و آدم خورن، اینا ناگهان مثل باران سیاه نازل میشن و این وحشت رو که برای خیلی از مردم عراق دارن میرن، این تصویری که این بیچاره سرباز و افسر عراقی رو کشتن و اینا نازل میشن و بیرحمن وحشیان و میتونه پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشه. به نظر من این مسئله خیلی مهمیه که در شرایط فعلی ایران خود رو آلوده عراق نکنه، گون که تا خرخره آلوده است، تلاش بکنه که با امریکا گفتگو کنن، با هم هماهنگی بکنن، مالکی برود و یه دولت ائتلافی در عراق تشکیل بشه که بتونه اطمینان رو به اهل سنت بازگردونه که شما در شهروند درجه 4 نیستید، شما شهروند درجه 1 هستید. آرزو میکنم. بله، بعد حضورتون عرض بکنم که
اینجا الان میخوندم راجب سیستانی که میگم، میگه که اشاره میکنه که آقای سیستانی در چند روز گذشته تعداد زیادی نامه دریافت کرده از رؤسای عشایر، از رهبران دینی که تمامشون ابراز نگرانی کردن از سوء استفاده از فتواش و بهش گفتن نگذار که دوباره این میلیشیای حزب الدعوه و مجلس اعلی غیره را بیفتن با استفاده از فتوای شما و به کشت و کشتار مردم و شعله ور کردن جنگ حیدری نعمتی به اصطلاح موفق بشن. و آقای سیستانی لطف کردن توضیحاتشون دادن، آقایون علما شما دنیا رو نمیدونید چیه، بازی‌های پس پرده رو نمیدونید، والا چجوری توجیه میکنید دولت قطر دست نشانده آمریکا نوکر اسرائیل به داعش کمک کنه؟ چیه داستان؟ دیروز برای حسین حجازی دوستم میگفتم، دوست همکار عزیزم، عربستان سعودی داعش رو بزرگترین دشمن خودش میدونه. هیچ دولت عربی به اندازه سعودی در مبارزه با داعش جدی نیست. در گذشته بعضی از شهروندهای سعودی از این متعصب و اینا پول به این اسلامی ها میدادن، الان قانون گذاشتن کسی که پولم بده به اندازه کسی که بده با اینا همراهی کنه و به جنگ و باهاشون باشه مجرمه و میتونه زندانهای خیلی شدید براش صادر بشه. نه سعودی ها کمک میکنن، نه اماراتی ها، نه کووید. البته در کووید یک گروه های اسلامی تندرو هستن، باقر و اون طباطبایی اینا که تو پارلمان بودن و حالا اومدن بیرون. اون طباطبایی اصلا پاشورده بود رفته بود تو سوریه، تو بغل جبهه نصرت نشسته بود. منظورم اینه که داعش و سعودی ها حمایت نمیکنن چون خطر میدونن برای خودشون. اونو داعش در آغاز از قطری ها پولای گنده گرفت، بعد خودش پولا رو به دست آورد. سلاحایی هم که داره اغلب سلاحایی است که یا در سوریه مصادره کرده یا خود رژیم سوریه در اختیارش گذاشته. رژیم سوریه به داعش نیاز داره. مثل یه زمانی من میگفتم جمهوری اسلامی به مجاهدین احتیاج داره، چون وقتی مجاهدین میان یه دون لب و فروش رو میکشن، اون میاد 5 تا بچه مجاهد و 5 تا غیر مجاهد رو میکشه. همین سه اهل سنت ما که برده بودن جدا کرده بودن که برای اعدامشون کنن، فشار افکار عمومی و تلاش مردم، تلاش آزادی خواهان باعث شد رژیم فعلا متوقف کنه. ولی حیف که دو هموطن نازنین ایرانی عرب ما رو به قتل رسوند رژیم. رژیم نادان، جاهل و که نه مصلحت ملی رو درک میکنه نه مصلحت خودش رو. اما اینجا تا الان درک کرده در عراق نباید آلوده بشه و نباید از نوری جواد المالکی حمایت بکنه. نوری المالکی فاجعه است برای عراق و منطقه. هر چه زودتر باید راشو بکشه بره و اجازه بده گروه های مختلف سیاسی بنشه. آقای اوباما گفت من برای چی نیرو بفرستم؟ شما عراقی ها اول بشین با هم دیگه توافق کنید، اول با هم را بیاید، ائتلاف تشکیل بدید، اون وقت هر کمکی بخواید من بهتون میکنم. ولی من همینجوری پا نمیشم بیام شما تو سر کله هم دیگه بزنید. این با منطق من سازگار نیست. و من امیدوارم آمریکا بر سر همین موضع باشه، فشارها رو بر مالکی شدت بدن. مالکی پاشو رفت واشنگتن، از آقای اوباما کارت بلانش گرفت، برگشت اومد برای طارق هاشمی پرونده سازی کرد. آمریکا نمیدونست این پرونده سازی جعلی دروغه؟ میدونست، ولی فکر کردم مالکی خوبه دیگه، مورد حمایت جمهوری اسلامی هم هست، نوکر خوبی است، اونجا میره کارا رو میکنه و خیال آمریکا هم آسوده میشه. نه، مردم عراق دوران صدام رو تجربه کردن. بعد میام میشه میگه آقا صد رحمت به دوران صدام، این یه کاریکاتور صدامه. این کاش اقلم صدام بود،
جنم داشت، جربوزه داشت و میتونست کار اساسی بکنه. بنابراین میخوام بهتون بگم آنچه در عراق میگذره همه ما گوشا تیز و چشما باز و مشغول دنبال کردنیم، لحظه هم غفلت نمی کنیم. و باز میگویم تا این لحظه جمهوری اسلامی سیاستش درست بوده. آرزو میکنم از این راه نرن. آقای خامنه یه دفعه به فکر تسخیر جهان اسلام و خلافت در بغداد نیفته، از او بیشتر اسلامی های تندرو و افسران بعثی و غیره به فکر بغدادن و ایران نباید خودشو آلوده این کار بکنه. ما در جنگ ایران و عراق در اوج قدرت و پیروزیامون به قرنه رسیدیم، نتونستیم عبور کنیم به بصره برسیم، محال بود. عراقیان وطن پرستن، واسدن دفاع کردن. نبود یک رهبر درست باعث شد ارتش مثل برف آب بشه و فرو بریزه. اگر یه رهبر درست و آدم داشتن، اگر دکتر عیاد علاوی اونجا بود، مطمئن باشید ارتش عراق آب نمیشه. به هر حال لحظه به لحظه ماجرا رو دنبال میکنیم. حتما تو برنامه فردا من پیگیر کار خواهم بود و مطمئن باشید که این ماجرا در نهایت اگر با درایت اداره بشه به نفع عراق، ایران و سوریه خواهد بود و شر رژیم اسد هم کنده خواهد شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.